سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اون چیزی که مدام بهش فکر میکنید با گذشت زمان به باور شما تبدیل میشه. اگر مثبت اندیش باشید و باور داشته باشید که شما فردی سالم و شجاع هستید، این قاعده به نفع شما خواهد بود. اما اگر نسبت به خودتون نگاه منفی داشته باشید، این افکار منفی به شما آسیب خواهند رسوند. گاهی اوقات ما به خودمون دروغ‌هایی میگیم یا به تعبیر بهتر بهانه‌هایی میتراشیم که حال ما رو در اون لحظه بهتر میکنن و در طولانی مدت به واقعیت‌های زندگی ما تبدیل میشن. گاهی ما احساس خوب حاصل از این دروغ‌ها رو به رویارویی با واقعیت‌هایی که گاهی برامون ناخوشایندن ترجیح میدیم. شاید این دروغ‌ها در لحظه حس خوبی به شما بدن، اما در واقعیت به ضرر شما هستن و در دراز مدت به موانع شادی و خوشبختی شما تبدیل میشن. در این برنامه با ما همراه باشید تا 7 دروغ بزرگی که مانع خوشبختی میشن رو به شما معرفی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. اون شخص تغییر خواهد کرد. شما نمیتونید کسی رو تغییر بدید یا او رو به شخصی که دوست دارید تبدیل کنید. بذارید خاطره ای از سوزی مور، نویسنده و رمان نویس، براتون بگم. سوزی میگه زمانی که نوجوان بودم در جلسات مربوط به ترک اعتیاد الکلی ها شرکت میکردم. پدرم معتاد به الکل بود و همه ما دوست داشتیم که او اعتیاد خودش رو ترک کنه. شرکت تو این جلسه ها برای دوستان و آشنایان فرد معتاد آزاد بود. رهبر اون گروه در یکی از جلسات به من چنین گفت: تو میتونی عاشق پدرت باشی و او رو تشویق به ترک کنی، اما فراموش نکن هیچ چیز در جهان نمیتونه مانع کسی بشه که بخواد خودش رو از بین ببره. حق با او بود. من نتونستم پدرم رو ترک بدم. این یک قانون کلیه. اگر شریک زندگیتون به شما تعهدی نداره، شما نمیتونید او رو به یک فرد متعهد تبدیل کنید، یا اگر رژیم غذایی او مورد پسند شما نیست، نمیتونید اون رو تغییر بدید. پس کسانی رو که در زندگیتون حضور دارن همان گونه که هستند قبول کنید تا آرامش بیشتری داشته باشید. روزی فلان کار را انجام خواهم داد. این یکی از دروغ‌های وسوسه انگیزیه که به خودمون میگیم. من روزی به دور دنیا سفر خواهم کرد، رمان خودم را خواهم نوشت، فلان کار را شروع خواهم کرد. این دروغ‌ها به طرز عجیبی به ضرر شما هستند. روزی به خودتون میایید و متوجه میشید که هیچ فرصتی برای رسیدن به آمال و آرزوهاتون برای شما نمونده. هیچ کدوم از ما دقیقاً نمیدونیم چند روز دیگه روی این کره خاکی هستیم و فرصت زندگی داریم. به جای وعده دادن به خودتون و خیال بافی، همین لحظه برای رسیدن به رویای خودتون برنامه ریزی کنید. همین لحظه اولین قدم رو بردارید و کاری انجام بدید. این لحظه تنها چیزیه که ما واقعا در دست داریم و میتونیم راجبش تصمیم بگیریم. اگر زمان بیشتری داشتم، فلان کارها را انجام میدادم. ما همیشه کمکاری خودمون رو تقصیر زمان میندازیم و میگیم وقت کمه. 20 دقیقه یوگای صبحگاهی در منزل با لباسهای راحتی، گوش دادن به یک فایل صوتی آرامش بخش هنگامی که در حال راه رفتن هستید، یا داشتن یک کتاب در کیفتون برای مطالعه در زمانهایی که منتظر هستید، راههای ساده‌ای هستند که به شما کمک میکنن از زمانهای پرت خودتون استفاده مفید کنید. ترک اعتیاد به توییتر، پیام‌رسان‌ها و اینستاگرام راه مؤثر دیگه‌ای برای استفاده بهینه از وقت. اگر هر روز 20 تا 30 دقیقه از زمان حضور در شبکه‌های مجازی کم کنیم، در طول هفته ساعات زیادی برای انجام کارهای مفیدتر خواهید داشت. اگر فلان چیز رو داشتم، همه چیز بهتر می‌شد. حقیقت امر اینه که اگر با داشته‌هاتون خوشحال نیستید، با به دست آوردن موقعیت و شرایط مورد نظرتون مثل درآمد بیشتر، عشق، اندام زیبا هم خوشحال نخواهید بود. فراموش نکنید بسیاری از چیزهایی که الان در اختیار دارید، روزی داشتنشون آرزوی شما بود. قدرتمندترین معجزه زندگی شما قدردانی و رضایت از چیزهایی که در زندگی دارید.
قدردانی بابت داشته هاتون حال شما رو بهتر میکنه و به شما کمک میکنه تا متوجه بشید که غرق در نعمت هستید. من مجبور هستم و چاره دیگه ای ندارم. همیشه گزینه دیگه ای هم وجود داره. حتی اگر بعضی اوقات به نظر برسه که در موقعیت ناخوشایندی گیر کردیم و راه چاره دیگه ای نداریم. نقل مکان به آپارتمان جدید، تغییر شغل یا خارج شدن از یک رابطه شاید به نظرتون امکان پذیر نباشه، اما در اشتباهید. میخوام اینجا خاطره ای از یکی از اساتید دانشگاه هاروارد براتون بگم. اون میگفت من دانشجویی داشتم که مشاور بود و دوست داشت در کنار شغل خود به عکاسی بپردازه. اما با بهانه هایی مثل وقت کافی ندارم، پول ندارم، نمیدونم از کجا باید شروع کنم، سراغ فعالیت مورد علاقهش یعنی عکاسی نمیرفت. او چنین میگفت با تلاش بیشتر میتونم به عنوان شغل نیمه وقت به عکاسی بپردازم، اما در شرایط فعلی گیر کردم. در واقع او به خودش دروغ میگفت و بهانه میتراشید و ترجیح میداد به جای ریسک پذیری و امتحان موقعیت جدید دروغهاش رو باور کنه. شاید تو نگاه اول وقتی ریسک شکست در موقعیت جدید رو با شرایط فعلی خودتون در ترازوی مقایسه قرار بدید، ادامه شرایط فعلی براتون گزینه امن و بی درد سر به نظر برسه. اما اینطور نیست. اگر برای انجام کارهای مورد علاقتون ریسک نکنید، مطمئن باشید پشیمون میشید. من آمادگی انجام اون کار رو ندارم. خیالتون راحت باشه که شما تنها نیستید و هیچ کس به طور کامل آمادگی رویارویی با مسائل و موقعیت‌های جدید مثل پدر یا مادر شدن، عضویت در یک گروه جدید و به طور کلی تغییر رو نداره. باید شروع کنید و داخل تغییرات و موقعیت‌های جدید شیرجه بزنید. این تنها راه آماده شدن و کنار اومدن با شرایطه. وقتی فکر می‌کنید که آمادگی انجام کاری رو ندارید، واقعیت اینه که یا شما علاقه ای به انجامش ندارید یا تلاش میکنید که انجام اون کار رو به بعد موکول کنید، که این حالت معمولاً از ترس ناشی میشه. برای حل این مشکل، علت این موضوع رو برای خودتون روشن کنید. من به اندازه کافی خوب نیستم. این یکی بزرگترین دروغیه که به خودتون میگید. اتفاقاً شما به اندازه کافی خوب هستید. برای اینکه لایق بهترین ها باشید و زندگی شادی داشته باشید، لازم نیست کاری انجام بدید. اوپرا وینفری معتقده اینکه فکر کنید لیاقت داشتن زندگی شاد رو دارید با اینکه بدونید و مطمئن باشید که لیاقت داشتنش رو دارید متفاوته. همین که زنده هستید یعنی شادی حق شماست. برای اینکه بدونید به اندازه کافی خوب هستید، وجود خود شما کافیه. به چیز دیگه ای نیاز نیست. ما هممون تو زندگی با دروغهایی که به خودمون میگیم هم خوشبختی رو از خودمون دور میکنیم و هم خودمون رو گول میزنیم. این دروغها برای خیلیامون شده مثل یک ماده مخدر که هر وقت با واقعیت روبرو میشیم، چند تا دروغ به خودمون میگیم و کم کم آروم میشیم. اگه واقعا قرار خوشبختی رو تجربه کنیم، باید این دروغها رو ترک کنیم. شما فکر میکنید چه دروغهای دیگه ای هست که ما به خودمون میگیم و پیشرفت و خوشبختی رو از خودمون دور میکنیم؟ پاسختون رو در کامنت ها برامون بنویسید و اون رو با ما و دیگر دوستان به اشتراک بگذارید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. واو ساکسس همیشه در کنار شماست تا شما پویا، پرتلاش و مثبت‌اندیش باشید.